بسم الله الرحمن الرحیم، مهران قوامی پور هستم، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت، دانشجوی سابق دانشگاه علامه طباطبایی در رشته ادبیات انگلیسی، سابقه تدریس دوره پیشرفته زبان انگلیسی شامل FCE، CAE و آیلتس رو دارم به مدت 8 سال و خیلی خوشحال هستم که توی این جلسه در خدمتون هستم. موضوع جلسه که در خدمتون هستیم آیلتس هستش، آیلتس Overview of the Test and Resources. مروری خواهیم داشت بر خود تست آیلتس، سکشن های مختلفش رو یک بررسی اجمالی میکنیم و منابع مختلفی که برای موفقیت در آزمون آیلتس مورد نیاز هست رو در رابطه باهاشون صحبت خواهیم کرد. یک نگاهی داشته باشیم به مواردی که توی پریزنتیشن امروز بررسی خواهیم کردش. ابتدا یک نگاهی به آزمون‌های معتبر بین‌المللی و گواهی‌هایی که از اونها ما میتونیم بگیریم خواهیم داشت. بعد وارد آیلتس میشیم به عنوان یکی از معتبرترین و معروفترین مدارک زبان که حالا شما هر موقع بخواین ادمیشن بگیرین یا خارج از کشور کار بخواین شروع بکنین نیاز به این مدرک حتما خواهین داشت. در ادامه قسمت های مختلف آزمون رو با لیسنینگ شروع میکنیم. چند نمونه تست رو با هم بررسی خواهیم کرد. بعد وارد سپیکینگ میشیم، در ادامه ریدینگ و رایتینگ و توی هر کدوم از این سکشن ها رفرنس هایی که به ما کمک میکنن بتونیم تقویت کنیم توی اون سب سکیل معرفی میکنیم خدمتون. و در ادامه vocabulary for IELTS و grammar for IELTS که ببینید خود vocabulary بخشی از IELTS نیستش، به این شکل نیستش که به عنوان مثال از شما بخواد یک کلمه رو هم خانواده هاش رو بنویسی یا بخوای معنیش کنی. خب اما دانش وکبلری بسیار بسیار لازمه برای موفقیت توی آیلتس. همینطور در رابطه با گرامر، خود گرامر موضوع سوال نخواهد بود اما دانش به گرامر توی بخش های مختلف از جمله reading, speaking و writing به خصوص بسیار مورد نیاز هستش. غلط های گرامری میتونه باعث بشه که شما نمره از دست بدین توی آیلتس و خیلی باید مراقب این موضوع باشین. و در نهایت مراجع عمومی آیلتس رو بررسی میکنین که اسکیل های مختلف رو میان کاور میکنن و صرفا مثلا در رابطه با speaking نیست کارشون. و نهایتاً این پریزنتیشن رو با یک مروری به دوره آیلتسی که در تدارکش هستیم به پایان خواهیم رسوند. خب ما اینجا آزمون‌های مختلف زبان انگلیسی رو مشاهده می‌کنیم. اینا رو به دو گروه کلی تقسیم می‌کنم: permanent و نان پرمننت. پرمننت به این معنی که گواهی که شما دریافت میکنین اعتبارش همیشگی هستش، مثل PET, FCE, CAE و CPE. و نان پرمننت که گواهی‌هایی هستن که اکسپایر میشن، حالا معمولا بعد 2 سال، مثل TOEFL, IELTS, TOEIC و PTE. یک سری آزمون‌های دیگه هم هستن مثل دولینگو که اخیراً خیلی مطرح شده. یه سری از دانشگاه هم اینو به عنوان مدرک زبان معتبر میپذیرن. و حالا یک سری آزمون دیگه مثل BEC که برای بیزنس انگلیش هستش، ISC و EFSET که
که کمتر مورد توجه هستن. توی این گروه هایی که ملاحظه میکنید، آزمون های توفل و آیلز بیشترین در واقع توجه بهشون هستش و در حقیقت بیشتر شهرت دارن. بین آزمون هایی هم که پرمننت هستن، مدرک CAE خیلی مدرک خوبی هستش و ارزشمند. خب قبل اینکه وارد بحث آیلتس بشیم، ببینیم اسکیل هایی که توی زبان انگلیسی لازمه و به ما کمک میکنه که بتونیم یک در حقیقت فاندیشن خوبی رو داشته باشیم، یه موری بهش بکنیم. ما دو گروه اسکیل رو داریم: receptive skills and productive skills. Receptive skills being reading, listening, and productive skills speaking and writing. خب چرا میگیم receptive؟ خب از اسمش مشخصه، اینا چیزایی هستن که ما در حقیقت دریافت میکنیم. خب ما توی reading داریم تکستی رو میخونیم، مغزمون پروسس میکنه و معنی ها رو در حقیقت متوجه میشیم. همینطور در رابطه با listening ما از قدرت شنواییمون استفاده میکنیم و مطلب رو دریافت میکنیم. در مقابل این productive skills هستش، مثل speaking، خب که شما باید بر اساس دانشی که داری توی زبان مفاهیم رو تولید بکنی، مثل صحبت کردن یا speaking یا writing نوشتن. آزمون‌های بین‌المللی زبان میان شما رو توی همه این سکیل ها تست میکنن و لازمه که شما توی موارد مختلف توی همه این سکیل ها خودتون رو تقویت بکنید. حالا آزمون ها دیدین که چقدر زیاد هستن و بیشتر از آزمون ها کتاب های زبانی هستن که شما بیرون تعداد خیلی زیادی از اینها رو میبینین. یک سیستمی تعریف شده که بیاد یک در حقیقت یک پارچگی ایجاد کنه توی در حقیقت گرید بندی دانش زبانی افراد. این سیستم تحت عنوان Common European Framework of Reference for Languages هستش، CEFR. خب همطور که ملاحظه میکنید از A1 شروع میشه و تا C2 میره. A1 به عنوان پایین ترین لول بیسیک یا پایه و C2 به عنوان بالاترین لول. اگر کتاب های زبان داشته باشین، پشتش رو بگردین نها کنین، پشت کاور رو میبینید که یک تمچین جدولی اونجا وجود داره تحت عنوان CEF یا CEFR که میاد اونجا در حقیقت به شما نشون میده که اون کتاب تارگتش چیه. خب یعنی شما رو به چه لولی میخواد برسونه. لزومن نیست که شما این کتاب رو خوندی تو اون لول قرار داری، اما اگه به خوبی از پس اون کتاب بر بیای توی لولی که بهت گفته قرار خواهی گرفت. خب حالا این کتاب معروف American English File، خب که میبینید این کتاب قرمزه تا لول A2 میره. حالا ببینیم A2 چیه؟ A2 دیگه انتهای بیسیکه، خب و دیگه داره وارد مرحله B1 میشه که میتونیم بهش بگیم حالا مرحله اول متوسط. خب حالا B1 معادل چی توی آیلتس؟ حدود نمره 4.5. یعنی پایه آیلتس، یعنی اینجا نکته مهم داره، اولی نمره آیلتس لازمش اینه که شما به انگلیسی مبتدی کاملا تسلط پیدا کرده باشین. اوکی؟ و همینطور ما میبینید که نمره آیلتس بالا رفته و لولش میره بالاتر. به عنوان مثال B2 هلوهوش نمره 6.5 آیلتس میشه و از این به بعد دیگه ما وارد ادوانسد یا پیشرفته میشیم. 7, 7.5، 8 و 8.5. دیگه نمره 8.5 یا 9 آیلتس دیگه میره توی لول پرفیشنسی، یعنی یک مرتبه از ادوانسد یا پیشرفته هم بالاتر هستش، یا به اصطلاح میتونیم بشیم تسلط.
دقت داشته باشین، این نیم نمره هایی که اینجا میبینین یک حالت وزن داره. به عنوان مثال از 4.5 به 5 رفتم نیم نمره است. خب همینطور از 7.5 به 8 رفتم. اما از 7.5 به 8 خیلی سخت تره تا اینکه شما بخوای از 4.5 به 5 بری. یه چیزی شبیه این کاری که در واقع وزن بردار رو انجام میدن. اگه دقت کرده باشین اولای کار میتونن چندین کیلوگرم به اون وزنه اضافه کنن بدون اینکه مشکلی داشته باشن، اما وقتی دیگه به خیلی این وزنه رو زیادتر میکنن دیگه گرمی اضافه میکنن و میبینی بعضی موقع تو حجم کمی گرم کمی فیل میکنن و دیگه نمیتونن وزنه رو بلند کنن. یه همچین داستانی توی آیلتس هم وجود داره. خب پس نکته این چیه؟ کتابای زبانی که داری میخونی به این چک کنید ببینید چه لولی رو قراره برای شما بسازه. آیا بیسیک هستین؟ ایندیپندنت لرنر خواهی بود که مثلا بگیم متوسط، یا پروفیشنت پیشرفته و تسلط. خب ما الان میخواییم با آزمون لیسنینگ شروع کنیم آیلتس رو. خب بررسی آیلتس رو ما 4 تا ریکوردینگ خواهیم داشت، 30 دقیقه، 10 questions for each part، خب 30 minutes in total، 30 دقیقه کلی، 10 دقیقه برای انتقال پاسخ ها. Recording played once only، فقط یک بار پلی میشه و اکسنت های مختلفی رو اینجا باهاش سر و کار خواهید داشت. ممکنه لهجه هندی ببینید، لهجه استرالیان یا استرالیایی رو باهاش بخواید سر و کار داشته باشین، یا لهجه امریکن. دقت داشته باشین اگر جواب ها رو غلط بنویسین، غلط املایی داشته باشین، باعث میشه که نمره از دست بدین. حالا ببینیم که این 4 تا ریکوردینگی که باهاشون سر و کار داریم چه موضوعاتی رو کاور میکنن. توی ریکوردینگ اول two speakers discuss a social situation. یک social situation هست، یک وضعیت در واقع چیزی که شما توی اجتماع باهاش سر و کار خواهید داشت. مثل چی؟ مثل job application. خب یک به عنوان مثلا مصاحبه کاری. خب talk with the delivery person، مثلا این تصویر بالا رو شما میبینید سمت راست بالا که شما میخواییم به این شخص آدرس بدیم که بسته ها رو به دست شما برسونه. خب ببینیم ریکوردینگ دوم چیه. One speaker talks about a non-academic topic. یک اسپیکر اینجا داریم و در واقع مونولوگ هستش، میاد و در رابطه با یک موضوع غیر علمی نان اکادمیک میاد صحبت میکنه. میشه مثالش رو یک در واقع پریزنتیشن توسط تور گاید در واقع دونست. خب ریکوردینگ 3 up to 4 speakers discuss an educational project. در ریکوردینگ سوم ما یک مباحثه رو داریم که میتونه این تعداد افرادی که دارن با هم صحبت میکنن به 4 نفر هم برسه. یعنی موضوعاتش هم علمیه. خب و یک مثالش wildlife preservation هستش. به معنی چی بچه؟ wildlife preservation؟ حفاظت از حالا گونه های حیوانی و این داستان ها. خب recording 4 one speaker gives a talk of general academic interest. خب در recording 4 هم ما یک monologue داریم دوباره. دوباره یک شخص میاد صحبت میکنه مثل چیزی که شما توی در حقیقت دانشگاه میبینید. به عنوان مثلا این تصویر پایین رو میبینید. خب استاد میاد سر کلاس و در رابطه با یک موضوع اکادمیک یک پریزنتیشن ارائه میکنه. مثلا چی؟ میتونه یک لکچری باشه در حوزه تایم میجرمنت. اوکی
یک اگه بخواین یه نوت برداری چیزی بکنین انجام بدین که بریم سراغ قسمت بعدی. حالا نگاهی داشته باشیم به نوع تسک هایی که باید توی امتحان لیسنینگ اونا رو جواب بدیم. ببینید یک سری از سوالا به شکل summary یا sentence completion هستش. به این معنی که از اون چیزی که شما شنیدین یک خلاصه ای رو می نویسه و از شما می خواد که یه تعدادی گپ میذاره داخلش، جا خالی میذاره و ازتون میخواد که این رو شما تکمیل بکنید. اوکی؟ خب پس sentence یا summary completion. بچه خیلی خوبه که اینا رو یادداشت کنین، این عناوینو که بخواین به طور خاص توی این حوزه ها مثلا تمرین حل کنین. یکی از تسکای خیلی مهمی که توی IELTS وجود داره diagram completion هستش. خب به این معنی که یک تصویر یا نمودار چیزی در اختیار شما میذاره و ازتون میخواد با توجه به شنیده هاتون بخشای مختلف تصویر رو تکمیل بکنید. حالا ما در ادامه یک ترک رو براتون پلی خواهم کرد و با هم میبینیم یک نمونه از این تسک ها رو. نوع دیگه که از سوالات هست matching هستش. به این حالت که حالا از این تمرین احتمالاً بیشتر از همشون دیدین دیگه. خب مثلا این سوال match the activities with the group they are recommended for. خب میگه که مثلا dinner cruise خب که 14 باشه برای کدوم یکی از این گروه ها هست، families, elderly couples or young people، a climbing wall، بر اساس شنیده هاتون اینا رو به هم دیگه وصل میکنیم. اوکی این هم matching و multiple choice به این شکل هستش که میاد یک سوالی رو مطرح میکنه، سه تا گزینه برای شما میذاره و ازتون میخواد که گزینه درست رو انتخاب بکنید. خب من نمیدونم این سکایروم اودیو شیرینگ داره یا نه، حالا من اینو پلی میکنم ببینیم کیفیتش به چه شکلیه. یه نمونه میخوام از این دایگرام کمپلیشن براتون پلی کنم، اجازه بدید. Well, we were thinking of presenting each animal with a picture and describing their physiology. حالا من به یک شکل دیگه ای باید اقدام کنم. پس خب من این رو الان برای شما پلی میکنم و امیدوارم که حالا شما هم بتونین این صدا رو بشنوین. اجازه بدید. We were thinking of presenting each animal with a picture and describing their physical characteristics. Okay, but not in too much detail. That's just background information. We'll start with the jaguar. I'll introduce it by saying that the jaguar is a nocturnal animal and the only species of the genus Panthera to be found in the Americas. Like it. خب این از این تسک.
دوستان صدا رو داشتین؟ خب خوبه، خدا رو شکر. من با گوشی مجبور شدم پلی کنم چون این اودیو شیرینگ رو نداره متاسفانه. خب پس بریم من اون یکم با همین گوشی خودم پلی کنم. بچه ها صدای من دارین؟ بریم جلو. حالا برخی از بهترین منابعی که برای لیسنینگ میتونیم داشته باشیم اینجا ملاحظه میکنید. کتاب اولی که اینجا میبینید Improve your IELTS listening and speaking skills 4.5-6 نمره یک، در حقیقت تارگتش چیه؟ نمره 4.5-6. خب و همین عنوان کتاب این بار برای نمره 6-7.5. خب بعد ما کتاب کالینز رو داریم. کتاب کالینز خیلی کتاب خوبی هست، Collins Listening for IELTS. خب و یکی از بهترین منابعی که میتونین داشته باشین خود در حقیقت actual تست ها هستن، خود تست هایی که انجام شده و اینجا ملاحظه میکنین IELTS Listening Actual Tests and Answers که من اینجا لینکش رو هم براتون قرار دادم. حالا اینها یا دسترسی داشتن به خود آزمون یا اینکه خودشون سرتیفاید اگزامینر بودن و میتونستن تست رو، یعنی در واقع مجاز بودن که بخوام تست رو بررسی بکنن. حالا اینا رو اگه میخوام یادداشت کنید بفهمید. اوکی. خب بله پی دی افش رو براتون میفرستم توی گروه، پی دی اف اینا رو تقدیمتون میکنیم. خب بریم سراغ سپیکینگ. Speaking consists of three parts, 11 to 14 minutes. Okay, part one, 4 to 5 minutes. The examiner will ask you general questions about yourself and a range of familiar topics, such as home, family, work, studies, and interests. خب بچه part one listening ببخشید. Part one speaking چیه؟ موضوع پارت 1 چی میشه؟ General questions، یک سری سوالات عمومی. خب در رابطه با خودتون، خانوادتون، محل کارتون، محل زندگیتون، موارد مورد علاقتون، این داستانا. خب پارت 2 چیه؟ که زمانش up to 2 minutes. You will be given a card which asks you to talk about a particular topic. بهتون یک کارتی میدن، ازتون در حقیقت
ازتون میخواد که در رابطه با یک موضوع خاصی که روی کارت هستش صحبت بکنید. خب you will have one minute to prepare. خب یه دقیقه بهتون زمان میدن که خودتون رو آماده کنین و در ادامه باید به مدت 2 دقیقه شخص خودتون فقط در رابطه با اون موضوع صحبت بکنید. حالا پارت 3 چیه؟ In part 3, the examiner and the test taker discuss issues related to the topic in part 2 in a more general and abstract way. خب حالا توی پارت 3 چی میشه؟ ادامه پارت 2 منتها در قالب یک مکالمه با examiner، اون کسی که داره از شما تست میگیره. اوکی؟ اینم از speaking. یه نمونه سپیکینگ رو داریم اینجا، منتها نمیدونم صداش رو چقدر، البته من لینکش رو توی اون گروه هم گذاشتم قبلا، خب توی گروه زبانمون میتونیم بعد کلاس بریم ببینین. حالا من اینو پلی میکنم، امیدوارم که حالا تا یه حدی بتونیم بشن. صدا میاد؟ Good morning. My name is Michelle Ho. Can you tell me your full name, please? My name is Sino Cheung Isaac. Can I check your identification? Of course. That's fine, thank you. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you some more questions about yourself, okay? Can you describe the area where you live to me? Well, I live in Hong Kong, to be specific in Tsuen Wan, which is a residential district with little commercial elements in it, and it is quite a nice community to live in. What jobs do people in your town do? Well, mostly people in my town are teachers, lawyers, and doctors. How has your town or city changed over the last 20 years? Well, to say that my town has redeveloped a lot, and many old buildings were torn down, and I was kind of sad about it because I lived in my district like for my entire life, but there are some great features about the new buildings, like the new malls. خب بچه این الان کدوم پارته؟ خب راجع به چی داشتن حرف می‌زدن؟ محل زندگی، درسته. یه سری اطلاعات کلی داره ازش می‌گیره. خب بریم جلو. And new shops and new places to hang with my friends. So there is benefits and there are benefits and some disadvantages. Do you think it is better to live in the center of town or outside in the country? Well, I believe that living inside the town is much better than living in the countryside because it gets more convenient to travel to different places around the city. And living in countryside often have some undesirable pests. So I don't like pests so much. So I like to prefer staying in the city. Now? Let's go on to reading. Do you enjoy reading? Well, I enjoy reading, and I read a lot of books, especially those fictions, because I find that when I'm reading, I can immerse myself into a different world, and I can really dump away all those troubles in my real life. What sort of things do you like to read? Well, I like reading fictions as it provides you with a completely new world, especially those science fiction novels, which gives you a chance to flow through the space and to explore the universe and something like that.
Tell me something about your favorite book. Well, my favorite book is... What are the limits? Like transcripts. Prepare. Here is a pencil and... A tight schedule, so it won't take long for people to wait for the transportation. Okay, now I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about this for 1 to 2 minutes. You will have 1 minute to prepare. Do you understand? Here is a pencil and paper for writing notes. خب بچه ها الان اینجا چی داره اتفاق میفته؟ خب ازش چی میخواد توی پارت 2؟ بهش چی گفتش؟ خودش آماده میکنه و در ادامه باید چقدر صحبت کنه؟ And here is your topic. Please do not write anything on the topic paper. I'd like you to talk about an exciting experience. All right. Remember, you have 1 to 2 minutes for this. So don't worry if I stop you. I will tell you when the time is up. Can you start speaking now, please? So I would say the most exciting experience in my life was last summer when I had my graduation trip in Taiwan. And what happened exactly is that I... rent a bike in the city in Taiwan from the hotel, and I was planning to watch the sunset in the coastline. And after I left the park, it was already night, so everything was dark. And as I was riding a bike, so I have to use the road with heavy traffic, and there are a lot of motorbikes in Taiwan, so I accidentally crashed into one of the motorbikes and I got slightly injured. And but then I was received by a house owner nearby, and he invited me into his house, and he treated me well. And but when I want to get back to the hotel, I found out that I forgot my way, and I even forgot the name of the hotel, so I don't know what to do. I was desperate by then, but the house owner was great enough to ask around, to tell, to call each hotel and to find out whether my friend is in the hotel or not. And by some miracle, he found where my hotel is, and he personally drove me back to the hotel. Thank you. Would you like to do this again? I don't think I would like to crash my bike again, especially it's not mine, I rent it. Please? People may be too dangerous, and they play on the rooftops, and they took selfies on the rooftop, which is... اینم از دموی سپیکینگ. حالا ببینیم اسسمنت به چه شکلی هستش. به چه شکلی میان به عملکرد شما نمره میدن و اونو بررسی میکنن. خب این بچه ها توی 4 حوزه کلی شما رو چک میکنن عملکردتون. خب fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy, pronunciation. خب اینا حوزه هایی هستش که قرار شما توی این 4 تا محور بهتره بگیم عملکردتون بررسی بشه. منظور از فلوئنسی و کوهرنس چیه؟ ببین کوهرنس یعنی این که یک پارچگی توی در واقع صحبت شما وجود داره. یعنی ایده های مختلف. ببین ما وقتی میایم صحبت میکنیم
در رابطه با مجموعی از موارد صحبت داریم میکنیم دیگه. مثلا فرض کنید در مورد نیبرهود داریم میگیم. خب اولش میگیم که خب نیبرهودمون مثلا شلوغه. خب بعد در ادامه میگیم که این شلوغ بودن مثلا باعث شده فلان و فلان مشکل پیش بیاد. خب باید این ایده ها به خوبی به همدیگه وصل شده باشن. مثلا باید از therefore, so, while اینجور چیزها استفاده بکنی به اینو میگن connecting words. خب از اینه باید استفاده بکنی که coherence به وجود بیاری و یک کنکشن خوبی بین ایده های مختلفی که توی صحبتت هستن به وجود بیاری. خب few pauses, correct pronunciation and intonation. خب ببین pause یعنی چی؟ یعنی متوقف نشی موقع در واقع صحبت کردن. خب ببین مثلا جمله پایین رو بچه بینین. Are you going to school? ببین پاز هی وای میسی بعد ادامه میدی. خب این نباید باشه، اگه اینا باشه نمرت کم میشه. خب و این یک سری نکات دیگه که باید بهش توجه کنی بحث در حقیقت پرونسیشن هستش که مواقعی با فلوئنسی با هم دیگه اصلا ترکیب میشن. ببین ما این بزاله بهش به منابعش میپردازیم. ببین سوال رو نگاه کنید بچه، این چه نوع سوالیه؟ Are you going to school tomorrow? What kind of question is this? This is a yes no question. In terms of intonation, this should have a rising intonation at the end. Okay? Listen. Are you going to school tomorrow? See, there's a rising intonation at the end. Right? صدا میره بالا، یه اوج میگیره توی انتهای سوال. خب حالا از این نوع قانونا خیلی زیاده. ما یک سری استرس پترن برای جمله داریم، یه سری استرس پترن برای در واقع کلمه داریم. اینا رو باید هر دوش رو مسلط بشیم. اوکی خب منظور از لکسیکون ریسرچ رنج اف وکابولری. خب چه تعداد کلمه ای استفاده می کنی؟ آیا مدام داری میگی good, bad, good, bad؟ یا اینکه میای مثلا یه موقع به جای good میگی desirable، دفعه بعد میگی pleasant. خب این داره میگه تو range داری. خب یعنی برای اینکه یه در واقع ویژگی خوب رو بگی یا ویژگی خوب بودن رو بگی، یه مرتبه میگی good، یه مرتبه میگی pleasant، مرتبه بعد میگی desirable. خب این میشونه که شما رنج داری. بچه ها برای اینکه رنج وکابلری رو بهبود بدیم چی کار کنیم؟ خب نظری ندارین؟ لکسیکون ریسورس هم خواهیم بهبود بدیم چی کار کنیم؟ آره نون سینونیمز، انتونیمز. اوکی اینا خیلی کمک میکنه. بعد ببینید من اینجا براتون یه مثال هم زدم. Words indicating hot weather. ببینید مثلا hot, burning, warm, boiling. خب بچه یه سری از اینا داره اون وضعیت رو خیلی در حالت شدیدترش رو بیان میکنه ها. بچه یه نکته خیلی خیلی مهم اینو حتما اینجا بنویسین. ما سینونیم در واقع نداریم یا خیلی خیلی کم هستش سینونیم. خب ما در واقع نیر سینونیم داریم. نمیدونم الان نیر سینونیم رو چجوری ترجمه کنیم. کلمه هایی که در معنا خیلی نزدیک همن ولی برابر هستن. ببین هات به معنی گرمه، برنینگ خیلی گرمه، بویلینگ خیلی خیلی گرمه. خب دقت کنید اینا رو نمیتونیم که هی با هم دیگه جا به جا کنیم. باید حتما ببینیم که اون جمله‌ای که توش میخواییم کلمه ها رو بذاریم چجوریه وضعیتش. اوکی بعد grammatical range and accuracy. خب این به این معنیه که شما چقدر گرامرت خوبه، چقدر ساختارهای پیچیده داری استفاده میکنی. یکی از مواردی که نمره شما رو میتونه بهتر بکنه مثلا استفاده از پسیو. خب مثلا میگم
Iraq attacked Iran. عراق به ایران حمله کرد. خب این جمله اکتیوه. حالا بخوای اینو پسیو بگی Iran was attacked. خب پسیو یک در حقیقت امتیازی داره نسبت به در واقع اکتیو و این نشون میده که شما به گرامر به نکات گرامری پیشرفته واقفی. استفاده از اینا خیلی میتونه کمک کنه به نمره شما. گرامر خوب کمک میکنه شما جمله های طولانی تر بتونی بگی و به این طریق میتونی نمرت رو ببری بالاتر، چون نشونه تسلطت به موضوع. و نهایتا pronunciation که در حقیقت تو فارسی هم میشه pronunciation دیگه، اینکه به خوبی بتونی لغات رو ادا کنی. حالا قانون دارن اینا، لازم نیست اغراق کنیم توی ایجاد صدا و اینها، اصلا این داستان نیست. قانوناش رو حفظ بشیم، میتونیم بعد این مدت تمرین و تکرار توی این موضوع را بیفتیم. حالا من پرونسیشن رو به طور خاص روش زوم کردم. خب بچه این کلمه رو ببینید کدوم یکی از تلفظ درسته. یک، بچه ها بشون، یک expensive، دو expensive. کدوم یکی از این دوتا تلفظ درست بود؟ یک یا دو؟ دو. حالا اینو از کجا فهمیدن؟ از دیکشنری. ببین expensive. ببین stress falls on the second syllable. چند تا سیلابل داره؟ 1 2 3. stress falls on the second syllable. expensive. توی دیکشنری با همچین علامتی اینجا مگه بتونیم ببینیم، زوم کنیم می‌بینید. خب stress pattern word رو بهتون نشون میده. خب اینم یک دیکشنری انتری هستش. مثلا expensive یک ادجکتیو و حالا اینجا شما این رنگ آبی کلوکیشن هستش، مثال ها رو میبینید و این کلماتی که هایلایت شدن اینا کلوکیشن هست. اینا رو شما باید حتما حفظ کنید و یاد بگیرید. در ادامه به دیکشنری هم میپردازیم. خب بعد یه چیزی هم داریم سنتنس استرس. خب اینا رو هم یا مثلا به طور کلی بگیم اینتونیشن. خب اینا رو هم باید بهش دقت کنین. مثلا برای yes no question we have rising intonation at the end. خب will you go out, will you go out, we have rising intonation at the end. یک اوجگیری رو داریم در انتها. خب بعد حالا sentence stress خیلی کلی تر از این چیزی هستش که اینجا میبینیم. شاید بهتر من میبشم intonation اینجا و یکم کلی تر میشد موارد. خب مراجعش رو صبور باشیم با هم دیگه میرسیم. خب ببینید بچه این علامت ها رو دیدین دیگه، این علامت ها چی هم؟ ببینید phonetic symbols. خب علامت های IPA phonetic سیمپل هستن. خب به شما کمک میکنن که اینا رو ما تو دیکشنری میبینیم دیگه، این علامت های عجب غریبه. خب اینا به شما کمک میکنن که چجوری بتونی یک ورد رو تلفظ بکنی. خب مثلا ما اینجا لانگ واولز رو داریم. بچه واول ها ساوند هست، صداهای واول رو داریم اینجا لانگ واولز. خب ای، تری، گرین، او، شو، فو، آر، کار، او، door, for, air, girl, prefer. خب اینا long vowels هستن. حالا short vowels داریم و تعداد خیلی زیادی در واقع سیمبل دیگه که لازم یاد بگیریم. و این قانونایی که میگفتن بچه ببینید، شما خیلی مواقع حتما دیدین کسایی که میخوان نشون بدن خیلی به لهجه انگلیسی مسلطن میان اغراق میکنن. خب و یه حالت اصلا از خود آمریکایی‌ها دیگه بدتر انگلیسی، یعنی از اونها هم دیگه شدیدتر لهجهشون. خب این اشتباهه. یه سری قانون داره، شما میتونی با در واقع تکون دادن زبان توی دهن و جابجا کردن موقعیتش میتونی این صداها رو ایجاد بکنی. خب ببین thick، زبونتون رو
بچسبونیم به دندون بالا. thick میاد بین دو تا دندونه بالا و پایین و به بالای میچسبه. thick. حالا یک نکته جالبی هم میخوام بهتون بگم، اینم بهش خوبه یه نگاهی بهش بندازیم. بچه دستتون رو بذارین روی این ناحیه، خب حالا بگین thick. ببین لرزشی اونجا احساس نباید بکنی. خب حالا بگین these. لرزش رو احساس کردیم بچه تو دومی؟ آفرین. worse and worthless. خب these. حالا اینا رو هم قانونش رو یاد بگیرین، خیلی خوشگل و ترتمیز میتونین صحبت بکنین و پرونسیشن رو مستند بشین. خب این هم از این داستان پرونسیشن. اینو الان بریم روی یه چیز دیگه، این هایلایت های شما بریم. خب حالا speaking resources، کالینز دوباره کتاب های کالینز های کتاب خوبی هست. کالینز speaking for IELTS. خب dictionary pronunciations، دیکشنری آنلاین الان دیگه انقدر زیادن که خب دیگه میتونین راحت به این پرونسیشن ها رو اینا اونجا چک کنین. بعد بچه ها برای این که بخواین سنتنس پرونسیشن، سنتنس انتونیشن یا سنتنس استرس رو بخواین مسلط بشین، تاش استون 124، ویو پوینت 124 که اینا رو، این سری کتاب ها رو یه بخشی دارن به نام سپیکینگ نچرالی. با این کتاب ها آشنایی بچه ها؟ دوستان ببینید که سری کتاب های تاچ استون، خب اینا تو خیلی از کلاس زبان رو تدریس میکنن، من خودم همین سری رو تدریس میکنم و ویو پوینت. خب اینا یه قسمتی دارن با عنوان speaking naturally، خب که توی اون میاد به شما نحوه ادا کردن سنتنس رو به شما آموزش میده. هر یونیت یه بخش رو به این اختصاص داده. خوبه که بریم همه این قسمت ها رو با هم یعنی کار کنین پشت سر هم که به این داستان هم تسلط بخواین پیدا بکنین. و اینجا هم ما یک تعدادی وبسایت داریم برای این داستان سپیکینگ. خب حالا بریم سراغ ریدینگ. IELTS Reading Academic. بچه همطور که میدونیم ما آیلتسمون دو بخش دیگه، یه اکادمیک یه دونه جنرال ترینینگ. خب ما اینجا الان داریم میریم سراغ اکادمیک. دمین consist of three long texts، سه تا تکست خواهیم داشت توی ریدینگ. خب و مجموعش 60 دقیقه. خب 40 questions. حالا منابعش چیان؟ journals، magazines، newspapers. اوکی پس همین الان یه نکته رو یاد گرفتیم. برای اینکه توی ماژول اکادمیک بخواین در حقیقت پیشرفت بکنین لازمه چیه؟ ژورنال بخونیم، مقاله‌ای که تو ژورنال هستش. خب خیلی از شما دوستان دانشجو هستین دیگه، خب همین مقاله ژورنال خیلی میتونه کمکتون بکنه. یه مگزین یا نیوزپیپر، اینجور تکست خیلی کمک میتونن باشن. ببینیم حالا تسک هایی که اینجا داریم به چه شکلی هستش. ببین فرض کنید شما یک همچین متنی رو بهتون دادن. خب یک نوعی از سوال reading for general information، خب که شما با یک دانش کلی از تکست میتونی سوال رو جواب بدی. یک تاکتیک میتونه این باشه که شما وقتی تکست رو خوندی بیایی اون سوالایی که general information هم رو جواب بدی. نمونه سوالش مثلا چیه؟ the essay discusses مثلا ABS، هر نکته ای. خب the essay discusses war، مثلا the effects of war، یا مثلا پیس. خیلی من کلی گفتم. مهم اینه که این مدل سوال رو باید بدونین که فقط جنرال انفرمیشن هم در مورد سن اشخاص یا یک اتفاق خاصی که توی زمان خاصی افتاده ازتون نمیپرسه. خب
این مدل سوالایی که گفتم چی هم؟ به اینا میگن specific information، سوالایی که به طور خاص دنبال یک information خاص هستش. یه نگاهی به این بکنید، این example of artist، این اینجا اسم نویسنده رو ازتون خواسته، گفته مثلا اونی که اثرش ceramics and lithographs بوده، خب ایشون مثلا کی بوده این شخص، و دلیل حالا اینکه low price برای کارش، حالا در واقع قیمتش پایین هم که نوشته he produced many. این انتونی گروش رو میبینین اینجا، خب این اون نویسنده بوده که صاحب اثر rally with cornflowers بوده، و این رو ببین، این قسمت تکسته که در حقیقت به این جواب ما رو رسونده. به اینو میگیم reading for detail information. این مدل سوال لازمه که شما تکست دوباره بخونی و به اون قسمت خاص در حقیقت برسی. یا یک سری از سوالات هم به این شکل هست، true, false, not given. یک سری جملات به شما نشون میده، خب، و میگه که کدومش درسته، کدومش فالس یا غلطه، و کدومش اصلا اطلاعاتی نداده تکست این رابطه. و سوالای مالتیپل چویس رو اینجا ببینید. منابع ریدینگ، دوباره کتاب کالینز رو داریم، کالینز ریدینگ فور آیلتس. اینا همش هم قابل دانلود هم بچه‌ها. بعد آیلتس ریدینگ اکچوال تست ولیومز 1 through 4 که توی اینجا من لینکش رو براتون گذاشتم، و یک سری از ژورنال‌ها و مجله‌های خیلی معروف، الان همه‌شون هم آنلاین هم. خب National Geographic، Business Insider، The Economist، Nature. اینا رو فکر کنم همتون شنیدین اسمشون رو دیگه. خوندن مقاله های اینا به شما توی آیلتس کمک میکنه، توی ریدینگ آیلتس کمک میکنه. اوکی؟ خب اینم از آیلتس ریدینگ. IELTS Writing Academic، این هم زمانش 60 دقیقه هستش، دو تا تسک داره Writing. خب تسک اول 20 دقیقه، 150 word minimum. خب Test takers are asked to describe some visual information, a graph, table, chart, diagram in their own words. توی این مدل سوال چی ازتون میخواد؟ یه در واقع مثلا نموداری رو به شما میده، و ازتون میخواد که چکار کنین؟ اینو در واقع تحلیل کنین، اون نمودار رو تحلیل کنین. بچه ها کدوماتون مقاله چاپ کردین؟ دوستایی که مقاله نوشتن حتما دیدین که شما باید تو بخشی از مقاله باید تفسیر کنی این رشد نمودار رو، افتش و این داستانا رو. خب این خیلی کمکتون میکنه تسک 1 آیلتس رو پاس کنی. خب حالا تسک 2 چیه؟ 250 minimum words، حداقل 250 تا. An essay in response to an argument or problem. اینجا شما میای یک تکست مینویسی، خب مثلا argument text، میخوای مثلا بگی که فرض کن مثلا فلان حوزه هنر خوبه، خب میخوای فلان سبک هنر رو یا فلان دیدگاه رو در علوم سیاسی در واقع میخوای ازش طرفداری کنی، لازمه که این رو براش متن بنویسی. خب یه چیزی که مهمه، شما باید استراکچر تکست رو بلد باشی. خب مثلا آرگومنت اسای رو باید بدونی که به چه شکلی باید اینو برنامه ریزی کنی. ما اخیرا یه دوره برگزار کردیم تحت عنوان مقاله نویسی به زبان انگلیسی. خب ما اونجا
هرچند نیومدیم بگیم حالا آرگومنت بریم با هم دیگه تکست آرگومنت بنویسیم، خب ولی ما اونجا تکست های مختلف رو، یعنی تکست تایپ های مختلف، آرگومنت، دیسکریپتیو، اینا رو همه رو اومدیم با هم دیگه نگاهی بهشون انداختیم که هر کدومش چه بخشایی داره، چه ویژگی هایی باید داشته باشه. دقت کنین، task 2 contributes twice to writing band score. بخش task 2 رایتینگ دو برابر نمرش نسبت task 1. خب حالا نکته مهم، در چه حالتی شما نمره از دست میدین؟ اگر آف تاپک باشه، خیلی دقت کنین، اگه شروع کنیم مثلا تکست ازتون خواسته در رابطه با نمودار توضیح بدین، شما بیان بگین که منم یه بار یه نمودار کشیدم این شکلی بود، منم به همچین نتایجی رسیدم و اینا، اون آف تاپیکه، نمره از دست میدی، نه که طرف بخونه به یه خوبش کن نداره خوب حالا یه چیز گفته، نمره تو از دست میدی. not connected، مثلا اومدی داری توضیح میدی، خب به جای اینکه توضیح بیای بدی، مثل بولت پوینت وورد می چند تا از این بولت پوینت ها میذاری، سرفصل من صرف به شکل سرفصل ارائه میکنی، نمره از دست میده. یه چیز خیلی بد، پلیجرزم. بچه پلیجرزم چیه؟ ببین، کپی کردن اثر دیگری بدون نقل منبع. خب ببین که نقل قول درست حسابی کنی پلیجرزم انجام بدی، کاری که دیگر رو بدون نقل قول درست درمون کپی کنی. خب این هایش اکادمیک بود و این براشید رایتینگ. خب حالا اینجا استسمنتش به چه شکلیه، ارزیابی رایتینگ چیه؟ تسک اچیومنت. تسک اچیومنت چیه؟ سوال هرچی خواسته همونو داری می نویسی. خب اگه ازت خواسته در رابطه با به عنوان مثال مثلا انقلاب فرانسه توضیح بدی، در رابطه با همون داری صحبت میکنی، آف تاپیک نشدی. این بحثه coherence and cohesion. بچه coherence رو با هم صحبت کردیم، این چی بود coherence؟ یک پارچگی داشته باشی. خب یک پار... ببین ایده های مختلف رو بتونی با هنر به همدیگه وصل کنی، مثلا از این connecting word ها استفاده کنی، although, though, whereas, while. خب اینا کمک میکنه که متنت یک پارچه تر بشه، درکش راحت تر بشه. از یه ایدیا یهو نپری توی ایدیا دیگه، نقطه بذاری یهو بپری توی ایدیا دیگه. اوکی؟ پس باید connecting word ها رو اینجا باشون در واقع آشنا بشی. lexicon resource که خیلی تو رایتینگ مهمه، همینطور تو سپیکینگ. بچه لکسیکال ریسورس چی بود؟ تو سپیکینگ صحبت کردیم راجبش. ببین، دانش واژگان توه. خب یه کار خیلی بدی که میتونین انجام بدین اینه که یک کلمه رو 50 بار تکرار کنی تو رایتینگتون. خب مثلا کلمه خوب، فرض کن مثل desirable، خب هی بگی desirable، فکر کنی طرف خوشش میاد، شما هی بیای بگی desirable desirable desirable. این زننده است، یه چیزو هی تکرار نباید کنی. یه دفعه تفسیر اون کلمه رو مینویسی، دفعه بعد یه جوری مینویسی که از مخالفش استفاده کنی، سری بعدش از سینونیمش استفاده میکنی. این کارو اصلا انجام ندی، تکرار نکنی، چون خیلی زننده است تو تکست. باید با این ما مترادفا اینها آشنا بشین حتما. خب فقط همین نیستا، شما باید بتونین کلمه ها رو در قالبشون استفاده کنین. بچه همه تون حتما دیدین کتاب 504 دست همه ایرانی ها هست دیگه. خب احتمالا دیدین که خیلی این کتاب رو میخونن، درسته؟ و حتما دیدین که خیلی خیلی کم میتونن کلمه های اونو استفاده کنن، یعنی درسته؟ قبول دارین؟ این هم آدم میخونن آخرش هم نمیتونن استفاده کنن. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اصلا اونجوری نمیخونن که، اون کتاب سطحش بالاه. شما باید یه دانش پایه‌ای داشته باشی که بتونی اونا رو، یعنی مثل فونداسیون میمونه. خب باید فونداسیونی درست حسابی داشته باشی که بتونی اونا روش سوار کنی. همینجوری نمیتونی بری اون کلمه رو، مثلا کلمه ای مثل abandon. خب abandon رو همون بلدیم،
بندن خب شما باید برید تو دیکشنری با اون سه تا مثالی که اون کتاب داده که نمیتونی آخه استفاده کنی. حالا بعضی که اون سه تا رو هم نمیخونن، فقط معنیشو میخونن، هیچ ارزشی هم نداره واقعا، یعنی واقعا هیچ ارزشی نداره، مفت نمیارزه. خب شما باید برید تو دیکشنری انقدر مثال ببینی، کالوکیشن ببینی، بعد شروع کنی به در واقع جمله ساختن و اینا. خب پس لکسیکال ریسورس یه قسمتش هم یادگیری ساختار واژگانه، اینکه چجوری از واژه ها بخواید توی ساختار درست حساب کنید. بعد گراماتیکال رنج و اکورسی، اینم دقت و رنج گرامر هستش. آیا میتونی از ساختارهای گرامری مختلف استفاده کنی؟ یه نمونه خوبش چیه بچه؟ پسیو. درسته؟ پسیو کمکتون میکنه. یه اگزمپل از تسک وان ببینیم. ببین میگه که you should spend about 20 minutes on this task. The chart shows the percentage of male and female teachers in six different types of educational setting in the UK in 2010. اولا بچه ها اینو تکرار نکنین. وقتی میان بنویسین اینو دوباره تکرار نکنین. این نکته مهم. خب؟ حالا میگه summarize the information، یک در واقع سامری ارائه کن، خلاصه. بچه سامری میشه خلاصه. دو تا چیز خیلی مهم هست بچه، اینو باید یاد بگیریم. خب یکیش میشه summary، خب یکی هم میشه paraphrase. ما تو دوره رایتینگی که برگزار کردیم، رایتینگ مقاله نویسی که برگزار کردیم، اینا رو بهشون پرداختیم. میتونین حالا خواستین اگه علاقه داشتین برین چک کنین اون ویدیوشو بگیرین، یا اینکه از تو یوتیوب و اینا ویدیوهای اینا رو ببینین. در مورد سامری پرافریز، سامری خلاصه است، پرافریز گفتن این پاراگراف، خب تقریبا اندازش همون اندازه میمونه ولی با زبان خودته. سامری فقط نکات کلیدی رو میده و کوتاه‌تره. خب بعد خلاصه که ببین همون چیز تسکیوانی که دیگه گفتیم دیگه، باید اینو بتونی تحلیل کنی. اینکه مثلا توی یونیورسیتی خب men are more dominant، the presence of men is more visible here okay compared to women، however the opposite is true in secondary school، so there is one key conclusion we can make here that as you go towards higher education men the presence of men becomes more dominant. خب این نکته رو من همجا برداشت کردم. وقتی میام به سمت higher education همینطور تعداد مردها داره بیشتر میشه، این در حالی که توی در واقع سطوح پایین خانوم ها بیشتر. حالا میتونین اینو باید تحلیل کنی دیگه. خب این نمودار رو ببین، همچین چیزایی رو بعد اونجا نتیجه گیری کنی. یه نمونه هم اینجا میبینیم، همیشه هم انتهای تکست conclusion داریم. خب ببین conclusionش چی بوده. Overall the figure shows that gender is a significant factor in patterns of employment within the education sector. Okay. دقت کنید بچه‌ها، زمانتون فقط 20 دقیقه است برای این، تو 20 دقیقه باید جمعش کنید. خب حالا تسک تو ببینین چیه، این تاپیکش چیه. میگه convenience foods will become increasingly prevalent and eventually replace traditional foods and traditional methods of food preparation. To what extent do you agree or disagree with this opinion؟ تا چه حدی با این موافق یا مخالف هستین؟ که حالا دیگه شما باید تو اینجا دلایلتون رو ارائه بکنین. مثلا میتونه یک در واقع یک اسه چند پاراگرافه اینجا آماده کنین و بگین. حالا اینجا اومده یک پاراگراف، ببین بچه ها دقت کنین، هر پاراگراف یک تاپیک مجزا. خب مثلا اینجا the first reason اومده یک پاراگراف بهش داده، another reason یک دلیل دیگه. خب من نهایتا هم بسته کن. خب این هم از رایتنگ. برای IELTS رایتنگ ریسورس هم چی ها هستن؟
Collins Writing for IELTS و Barron's Writing for IELTS. هر جفتشون کتابای خیلی خوبی هستن. خب. حالا یکم جزئی تر از این به بعد میخواییم نگاه کنیم به داستانم. بچه وکبلری هست توی IELTS یا خیر؟ واژگان هست توی IELTS؟ خیر. واژگان رو نداریم. یعنی از شما نمیاد بپرسه مثلا کلمه expensive معنیش چیه. ولی بسیار لازمه که شما وکبلری خوبی داشته باشی. چرا؟ که بتونی اولم رایتینگ خوبی بدی، سپیکینگ خوبی بدی و ثانی هم بتونی ریدینگ ها رو خوب متوجهشون بشی. خب واضحه. The more words you know, the more you will understand. The more words you know, the more fluently you will be able to speak and write. More fluently. با تسلط بیشتری، با fluent‌تر صحبت خواهی کرد. روان‌تر صحبت میکن. برای یادگیری وکبلری چه استراتژی باید داشته باشیم؟ خب ببین، read, write, listen, speak. یه همچین روشی رو پی بگیری خیلی تو بحث وکبلری موفق میشی. اولین قدم reading. چرا بچه ما تو خوندن کتاب 504 یا 504 موفق نمیشیم؟ شما تو همین reading میمونیم. البته reading هم نداریم، در واقع ترجمه میکنیم. ریدینگ، حالا رفتی دیکشنری رو چک کردی، کالوکیشن ها رو در آوردی. کالوکیشن چیه؟ گروهی از کلمات که همیشه با هم دیگه میان. خب اینا رو در آوردی، فهمیدی که چه جوری باید از یک کلمه خاصی مثل بندن استفاده کنی. بعد میای شروع میکنی از دیکشنری الگو میگیری، جمله مینویسی، در ادامه میای حالا اونو میشنوی. خب میری توی یک سری از تمرین ها، یک مثلا میری یه تد تاک گوش میکنی، خب یا یه پادکست چیزی گوش میکنی تا با کلمه ها آشنا بشی و نهایتا میای اونا رو ادا میکنی، حالا میای اونا رو استفاده میکنی. همچین روشی خیلی توی یادگیری با کمبری کمکتون میکنه. یه کتاب خیلی خوبی هستش، کتاب بارنز. خب بارنز میاد همچین روشی رو برای شما در واقع پیاده میکنه. خب به این، اول ما اینجا جمله رو داریم میخوام، خودتون بخونی تکست رو. ببین، from shipping crates to paper bags, the logging industry supplies the raw materials for an array of products. خب ادامه داده بچه. however ببینید، حالا یه نمونه یه که الان دقیقا اینجا ربطی نداره، ولی ببین از همچین چیزایی باید استفاده کنی که ایده های مختلف رو به هم دیگه وصل کنی. خب ببین، یک تعدادی کلمه رو این درس میخواد به شما آموزش بده. اینو از کتاب بارنز من برداشتم. خب این تعداد کلمه ها رو با آبی روشن کرده، مشخص کرده. خب بچه من اومدم چی کار کردم تو مرحله بعد؟ اومدم دو تا کلمه رو، این کاری که شما هم باید انجام بدیم، باید از دیکشنری بریم اینا رو بردیم. این دیکشنری لانگمنه. خب لانگمن 5th edition، اینو حتما دانلود کنید و تو کامپیوترتون نصب کنید. دیکشنری خیلی عالی و درجه یکه. خب مثلا من کلمه fill رو در آوردم. ببینید، beyond just the felling of a sort of trees. حالا دیکشنری میگه معمولا این پسیوه. مثلا یه چیز خیلی خوب اینجا گرفتم، معمولا این کلمه به شکل پسیو استفاده میشه، این verb. خب راستی یه نکته، قبل اینکه برین سری تو دیکشنری چک کنین، سعی کن خودتون حدس بزنین چیه اون معنی اون کلمه. خب حتما این کارو کنین بچه ها، چون شما هر چقدر به زبان مسلط بشین، همیشه کلمه‌ای هستن که معنیشو نخواهید دونست.
پس اولین قدم چیه؟ سعی کنید از روی تکست حدس بزنید که چیه. خلاصه حالا به هر حال من اومدم در یک مرحله بعدی برای اینکه دانشم بیشتر کنم یا اینکه واقعا نتونستم حدس بزنم، رفتم دیکشنری چک کردم. حالا برای extend چکار کردم؟ ببین چهار گروه معنی رو به هم داده: time, area یا distance, size یا و for, include یا effect. خب این اثرگذاری. بچه extendی که اینجا هست کدوم یکی از این چهار تا معنیه؟ آفرین، چهارمیه. خب داره در رابطه با effect، یک اثر داره صحبت میکنه. To affect or include people, things or places. یه مثال با هم دیگه ببینیم. ببین آبیه رو شما باید بنویسین. همین الان تمرینه. برای کلمه extend این کار رو انجام بدیم. خب extend to or beyond. My duties at the school extend beyond just teaching. این آبی ها، این کلمه که با آبی نشون دادن، به اصطلاح بهش میگن کلوکیشن. گروهی از لغت ها هستن که در واقع تکرار میشن، زیاد تکرار میشن. یا مثلا برای تایم یه نکته خیلی مهم: extend something for, by, until. The government has extended the ban on the import of beef until June. Extend blah 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 until blah blah blah. بچه اینم یکم یادش برداری کردین اینجا؟ رفرنس های آنلاین هم که خیلی خیلی زیادن، خیلی زیاد. شما دیکشنری میریام وبستر رو دارین، تعداد خیلی زیادی دیکشنری، اصلا لازم نیست همین، خود گوگل دیکشنری هم مثالی خوبی داره، ولی شما با این حال حتما این دیکشنری آفلاین لانگمن تو کامپیوترتون نصب کنید. خب حالا مرحله دوم چی بود؟ قراره از اون کلمه هایی که یاد گرفتیم بیایم استفاده کنیم. ببین کتاب برنز میاد چیکار میکنه؟ برای شما یه همچین تمرین هایی رو در نظر میگیره که بیاین یک تو این بلانک ها، تو این گپ ها کلمه ها رو استفاده بکنید. یه تمرین خیلی مهم و درجه یک. بچه شما وقتی کلمه ای رو یاد میگیریم باید بریم فرم های دیگر شون، نام، adjective، adverb و verb، بعد همه این چهارتا رو در صورتی که وجود داشته باشه استفاده بکنید، یعنی یاد بگیرین. خب بچه شما میتونین جواب بدین اینا رو؟ نقطه دوازده. Finding the Amazon rainforest extends from Brazil into neighboring countries. 10. The Amazon rainforest is the most extensive rainforest in the world. The extent of environmental damage caused by logging is frightening. 12. Rainforests around the world have been extensively logged. خیلی تمرین عالیه این. این کتاب خیلی خوبه. من خودم از این کتاب خیلی خوشم میاد. این مدل تمرین رو بچه‌ها خیلی باید انجام بدیم. برین تحتش رو در بیارین که اگه یه وربی رو یاد میگیرین ادجکتیوش چیه، ادوربش چیه، نونش چیه و باهاشون جمله بسازین. اوکی؟ خب این هم از این.
حالا شما یه تمرینی رو انجام بدیم. Unscramble the words into the correct order. اینا رو به اوردر درست بزنید. اگر احیانا یه چیزی همجا جا افتاده شما اضافه کنید. یه دقیقه بچه وقت دارین که این کار رو انجام بدین. Give it a shot. اولا بد نیست، تمرین خوبیه. در ادامه میرسیم بهش، در ادامه معرفی بهتون میکنم. خب answer. The consequences of that incident extended beyond Europe. بچه این تمرین خوب دقت کنیم بهش. میخوام این جمله ها رو بهترش کنم، بهبودش بدم. چیکارش کنم؟ ببین یه ادورب بهش اضافه کنیم. بسید چجوری بهش ادورب اضافه کنیم؟ به نظرتون کجا این میتونم ادورب اضافه کنم؟ هر کی بگه خیلی ازش ممنون میشین. امکان جایزه رو نداریم دیگه، ببخشید ما رو. خب این مثال میتونی بزنی؟ نه، همه ادوربا الوای نیستن که، ما ادوربای مختلف داریم. No idea. Far. The consequences of that incident extended far beyond Europe. در صورتی که واقعا اثرش بسیار بزرگ بوده، از یه ادوربی مثل far استفاده میکنیم که جمله رو خیلی زیباتر بکنیم. بازم میتونیم بهترش کنیم. چجوری؟ از relative clause استفاده کنیم. Which. بچه شما میتونید از relative clause which استفاده کنیم؟ سعی کن یه جوری از ویچ استفاده کنی. نه نمیدونم، شما استفاده، شما یه جوری بسازیم با ویچ. ولی به جای دت که نمیشه اصلا. اینم از جوابتون. The consequences of that incident which changed the world forever extended far beyond Europe. حالا which is هم که حالا یه جوری شما ادامه میدین دیگه. حالا من اینجا به این شکل which changed the world forever extended far beyond Europe. بچه حتما relative clause رو یاد بگیرین، خیلی کمکتون میکنه، خیلی لازمه تو رایتینگ، تو اسپیکینگ خیلی کمکتون میکنه. اولویت بزنید ریلیتیو کلاز رو اگه میخواید نمره آیلتستون بگیرید. Who, which and that. اینا میگیم ریلیتیو کلاز. خب اینم از این.
هنوز توی بحث رایت هستیم، قراره که بنویسیم دیگه. خب ببین بچه ها، شما به من بگین الان کلمه extend رو یاد گرفتی، معنیش رو فهمیدی، قدم دومت چیه؟ بچه توی گوشی نمیشه اینو زوم کردش روی صفحه توی این اسکای روم؟ اینگاه زوم نمیشه کرد نه؟ اگه فول اسکرین کنم زوم میشه کرد؟ من زوم نمیتونم کنم با فول اسکرین هم هستش. اوکی خب ببینیم توی قسمت دوم چیکار میکنیم. قدم دوم میایم کالوکیشن رو بنویسیم. کالوکیشن ها کدوم هم بچه ها اینجا با چه رنگی نشون داده شده؟ با رنگ آبی. یه سری هاشم که حالا میبینید پایین هایلایت کرده، extend your thanks. خب پس اینا رو توی وکابلری نوتبوکت می نویسی، یک دفتری می ذاری کنار به اسم وکابلری نوتبوک، اینا رو اون تو می نویسی. حالا دیکشنری لانگمن اومده خیلی کامل و جامع یک سکشنی و اصلا اختصاص داده به کالوکیشن ها. آخر کلاس با هم دیگه می ریم لانگمن هم می بینیم. ببین کالوکیشنز فرام دی سنتری، ببین توی تعداد بسیار زیادی کلوکیشن در اختیارتون گذاشته. خیلی دیکشنری درجه یکیه واقعا. خب حالا اگه بخواین یاد داشت برداری هم کنی نگاهی بهش بندازین. حالا ما اینجا چکار داریم؟ یک لیسنینگ داریم برای این. خب دوباره اینو من براتون یک ترکی رو پلی میکنم. چیزی بدید گفتیم قدم، یکی از قدم های در واقع بعدیمون این میشه که بیایم این کلمه ها رو بشنویم. خب توی کتاب برنز به این شکل رفته جلو، بعد اینکه رایتینگ تو انجام دادی یه مقداری به واژه تسلط پیدا کردی، حالا می‌خوای اینو بیشتر بشنوی ببین چه جوری داره استفاده میشه. اینو براتون پلی کنم. Unit 1 Natural World Environmental Impacts of Logging. Listen to a lecture about trees. When you look at a tree, you may notice only the branches and leaves. A closer look shows that there's actually a great deal more going on. Trees provide homes to a large variety of terrestrial animals, from tiny insects to large birds, such as owls. Insects live beneath the bark, providing a source of food for many types of birds. Squirrels and birds nest on the branches or in the trunk. Small animals defend themselves by hiding among the leaves. The benefits of trees also extend to aquatic animals. The shade from trees keeps water cool, protecting aquatic animals from the heat of the sun. بچه یه کاری کنیم. یه بار دیگه من میخوام از وسطش پلی کنم. Extend رو یه جا اینجا باید بشنویم. خب اون جمله که extend داشت رو برام بنویسیم. اوکی؟ یه بار دیگه. Homes to a large variety of terrestrial animals, from tiny insects to large birds, such as owls. Insects live beneath the bark, providing a source of food for many types of birds.
squirrels and birds nest on the branches or in the trunk. Small animals defend themselves by hiding among the leaves. The benefits of trees also extend to aquatic animals. The shade from trees keeps water cool, protecting aquatic animals from the heat of the summer sun. The roots hold up the soil, which keeps it from being eroded by the rain. This is a protection for aquatic habitats, as it prevents soil from running into the rivers and polluting them. Clearly, trees are very important. If forests vanish because of logging or other activities, the impacts on the environment will be great. خب بچه جمله که extend داخلش به کار رفته بود و بی زحمت بنویسیم برای ما. The benefits of trees also extend to aquatic animals. Unit 1, Natural World. پس ما یه سری کلمه رو داشتیم که در رابطه با توی این یونیت خاص، توی اون درس خاص داشتیم در رابطه با environment، در رابطه با طبیعت و این داستان رو داشتیم میخوندیم، خب محیط پیرامونم رو کلی تر بخواییم بگیم. بعد اول اومدیم کلمه ها رو خوندیم، سعی کردیم معنیشون رو حدس بزنیم، گس. خب بعد اومدیم چیکار کردیم مرحله دوم؟ مرحله دوم چی بود؟ رایت نوشتن. خب اسکیل های مختلفی که برای رایت و این داستان لازمه رو روشون کار کردیم، نوشتن در واقع کلوکیشن ها و این داستان ها. بعد اومدیم یک تسکی رو گوش کردیم که اومد به ما در رابطه با این در واقع انوایرمنت صحبت کرد. یک تعداد دیگه کلمه اونجا یاد گرفتیم، یک کلمه هایی که قبلتر آموخته بودیم و با یه جزئیات بیشتری و یه عمق بیشتری یاد گرفتیم. حالا شما بیرون از محیط کتاب یه روز مثلا میتونید در رابطه با تکنولوژی بخونین، AI مثلا، Artificial Intelligence، چون شما دانشجوین اکثرا میخواییم برین اکادمیک رو بدین دیگه تستشو. بعد میری توی TED یه اکادمیک تاک در رابطه با مثلا همین AI گوش میکنین. اوکی؟ خب این هم از این و نهایتاً speak، اینو رو استفاده کن، این آخر مرحله است دیگه. خب میای یک conversation با دوستت میذاری یا تو کلاست و در رابطه با environment صحبت میکنی و اون کلمه ها رو ازشون چکار میکنی؟ استفاده میکنی. خب دوتا از بهترین رفرنس های vocabulary اینجا براتون آوردم. Barons، یک کتاب خیلی درجه یک، Barons Essential Words for IELTS، و یک کتاب خیلی عالی دیگه، Cambridge English Vocabulary for IELTS. خب که حالا یه توضیحاتی بخواییم در رابطه باشون بدیم. Barons چیه؟ Cover 600 words that appear frequently on the test. یک مجموعی از 600 کلمه هستش که زیاد توی تست دیده شدن و کاتگوری داره، گروه بندی شده کلمه ها. یه بار انوایرمنت، یه بار تکنولوژی، یه بار مثلا چه میدونم هیستوری، یه بار ساینس. خب کلمات تو گروه های مختلف رو میاد آموزش میده طبق همون روالی که با هم دیدیم، که خیلی هم روش خوبی هستش برای یادگیری وکبلری. بعد بخوام در رابطه با کتاب کمبریج، این کتاب بنفشه، بخوام توضیح بدم. این 25 تا درس داره که دوباره هر کدومشون مثل کتاب برنز میان یک موضوع خاصی رو پوشش میدن.
و همچنین به شما آموزش میده که چطور بتونی گس حدس بزنی کلمه ها رو. این حدس زدن معنی خیلی اسکیل مهمی ها تو آیلتس، باید حتما یاد بگیریم. این دو کتاب، مخصوصا کتاب دوم، خیلی کمک میکنه که شما با این توانایی مهم بیشتر آشنا بشین. خب بعد دروس 21 تا 25ش میاد و در واقع به شما تیپ ارائه میکنه که چجوری از دیکشنری استفاده کنی، یا مثلا برای رایتینگ خود آیلتس، برای مثلا تفسیر نمودار و اینا. این 5 درس آخرش بهتون ساختارها و لغات و اصطلاحاتی که لازمه رو ارائه میکنه. خب حالا برای آیلتس گرامر چیو داریم؟ دوباره تاکید میکنم گرامر خودش تو آیلتس مستقیم نیست، ولی بی نهایت مهمه که شما گرامر رو بلد بشین. اوکی؟ چون تو قسمت های مختلف داره ازش استفاده میشه. من یه سری از رفرنس ها رو براتون آوردم برای لیول های مختلف دانش زبان. Basic English Grammar از بتیزر هستش که این برای مبتدی لازمه، کسی که اول رو هم. خب اینجا ملاحظه میکنید. بعد کمبریج گرامر فور آیلتس رو داریم. خب این مزیتش اینه که خود کمبریج ساخته، همون کسی که آزمون رو داره. اوکی؟ و خب این خودش نقطه قوته. و تسک های این کتاب این گوشه میبینین Grammar for IELTS بر اساس در واقع IELTS و موفقیت شما توی این تست در واقع اومدن طراحی شدن. اوکی؟ بعد این کمبریج گرامر یه قسمتی همون اولش داره به نام انتری تست. خب که شما اون تست رو میزنی برای اینکه تعیین سطح بشی، ببینی کدوم نکات گرامری رو مشکل داری، اول بری سراغ اونا. خب واضحه این برای کسی که بیسیکه شاید خیلی کتاب مناسبی نباشه، یه مقداری از بیسیک حداقل باید فاصله گرفته باشه. اوکی؟ بعد کتاب Oxford Practice Grammar رو داریم که پیش لول پیشرفته هستش برای کسایی که دنبال نمره 7ن. بعد ما همینطور کتاب Oxford Practice Grammar رو داریم برای حالا این لولش نمره پایین‌تره، برای اینترمدییت متوسط و اینا هستش. این دیگه کتاب خیلی معروفی آخریه English Grammar in Use که همتون باهاش آشنا هستیم، توی لول متوسط کار میکنه گرامر رو. حالا بخوایم سطح رو بالاتر ببریم. آها بچه ها، preposition چیه؟ بچه جواب سوال رو میدم، اجازه بدیم من این بحث گرامر رو ببندم میام سراغ سکشن سوال رو جوابشون. preposition چیه بچه ها؟ ما بهش بکنم میگیم حرف اضافه. خب تو، ات، آن، آب، آب. خب اینا خیلی خیلی مهمه بچه. insist on یا insist at کدومش؟ insist on یا insist at؟ واضحه insist on همیشه انقدر راحت نیست. این preposition خودش واقعا موزلیه تو آزمونا. این کتاب Test Your Prepositions کتاب خوبیه، کمکتون میکنه برای این بحث. دوباره کتاب های Collins Grammar for IELTS کتاب خوبیه برای بچه های متوسط توی زبان، کمکه. و مثلا بند 6 رو کمک میکنه بچه. بند یعنی نمره کلی. خب میدین هر کدوم از اینا هم نمره دارن دیگه. ریدینگ یه نمره خودشو داره، رایتینگ نمره خودشو داره، لیسنینگ و سپیکینگ هم همینطور. حالا بند سکور نمره کله. خب بعد کتاب بعدی که داریم Achieve IELTS Grammar and Vocabulary. خب این کتاب هم یه مزیتی که داره چیه؟ اولش مثل هم کتاب کمبریج یه تست تعیین سطح داره،
به شما کمک میکنه که نقطه ضعفات رو پیدا کنی و بری سراغ اونا. بعد IELTS Band 9 Grammar Secrets، این کتاب خیلی پیشرفته ایه دیگه، دنبال اونایی که خیلی نمره بالایی میخوان تو IELTS دیگه. اومده یک تعدادی نمونه تکست، نمونه رایتینگ برات گذاشته و اصطلاحای به درد بخور و مفیدش رو اومده گذاشته بیرون، اکسترکت کرده و آموزش داده. یه سری ریسورس و منبع آنلاین هم اینجا ملاحظه میکنید، خیلی کمکتون میتونم بکنم. یکی از بچه ها پرسید که تد تاک در رابطه با چی رو گوش کنیم. خب تد کلن اکادمیکه دیگه، خب به شما کمک میکنه موضوعی مختلف علمی رو چک کنیم. نمیشه موضوع خاصی رو، و هر چقدر بیشتر موضوعش علمی باشه که اکثرا هم همینن، بیشتر به دردتون میخوره، نمیشه یک موضوع خاص رو زوم کردش. حالا من یک سری کتاب کلی آیلتس رو براتون گذاشتم. خب ببین، اولا که این کتاب های آیلتس 1 تو 14 و اینا رو دیدین، هر کدوم 4 تا تست رو داره. یادتونه کنکور که میدادیم یه سری کتاب بودن که مثلا اصلا کنکور 89، کنکور 90، همچین چیزی. این هم یه همچین کتابیه، حتما این کتاب رو دیدیم. میاد توی هر کدوم از این کتاب ها تا اونجا که یادمه 4 تا آزمون آیلتس و کاملش رو براتون گذاشته و فکر کنم 18 تا سری باشه الان. این خب واضحه کتاب خیلی لازمیه برای کسایی که دنبال آیلتس دارن میرن. این چند تا سایت خیلی مفیدن. Scientific American خودش مرجع کافی، مرجع شناخته شده ای هستش. ژورنال دیگه موضوعات علمی رو بررسی میکنه، ژورنال معمولی نیستش که مثلا فقط مقاله های علمی تخصصی میره ها، Scientific American سایت معروفیه. بعد University Lectures، خب اینا خوبه بچه ها، بری مثلا MIT Open Courseware رو فکر کنم همه تو میشنسی بچه ها MIT Open Courseware رو احتمالا بهش برخوردین، مثلا تو رشته مهندسی وقتی تایپ میکنین مثلا داینامیکس میبینین که داینامیکس ویدیوز مثلا MIT چیزی براتون داره. این لکچر ها هم خوبن، خیلی کمک میتونن بکنن. کتاب های کالینز کتاب های خیلی خوبی هن، سری کتاب های کالینز. The Official Cambridge Guide to IELTS همینطور، و حالا IELTS 14 که دوباره برمیگرده به هم گروه اول. Barron's Super Pack، کتاب های Barron's خب Essential Words رو دیدیم، این دوتا کتاب دیگه هم خیلی کمکتون میکنن. آخری که تسته، چند تا تست براتون داره، چند تا تست IELTS وسطی Barron's IELTS Strategies and Tips، بهتون میاد یه سری نکته های تست و اینجور چیزا رو بهتون آموزش میده. حالا یک کورس آمادگی برای IELTS که حالا ما هم در حال تدارکش هستیم به چه شکلیه؟ ببینید ما توی کورسمون به این شکل عمل میکنیم. ما اول ببینید شما هر جا که بخواییم به این IELTS کار کنید، دیدین IELTS پایش چیه؟ خب پایش بیسیک رو رد کرده، پس شما اول باید بیسیک رو بلد باشی. هر جایی که شما برید اول به شما زبان بیسیک آموزش میدن، مثلا elementary English خب، که شما اینجا ملاحظه میکنید touchstone 1 مثلا کتابیه که من خودم تو کلاسام استفاده میکنم، کلاسه های ایلسام خب. و وقتی شخص به elementary English تسلط پیدا کرد، حالا تازه وارد IELTS میشه. IELTS Mindset، من سری کتابی Mindset رو استفاده میکنم تو کلاسه های ایلسام، و اینا خیلی کتاب های معروفی هستن. میشناسیم از شما مایندست رو، احتمالا شنیدیم، این کتاب خیلی معروفیه مایندست. خب اول مایندست فاندیشنه، نقشش چیه؟ شما رو داره وارد IELTS میکنه. خب بعد از این کتاب میریم مایندست 1. مایندست 1 بچه ها هدفش چه نمره ایه؟ بند اسکورش چیه؟ نمره کل چیه؟ 5.5. بعد میریم مایندست 2 6.5، بعد میریم مایندست 3 7.5. بچه‌ها مایندست 2 رو بخونین و بعد شما برین سر امتحان بشین، نمرتون 6.5 حتما.
نه اصلا هیچ کس همچین قولی نمیتونه به شما بده و اگه به شما قول بده یه مقداری شاید دروغ گفته باشه، چون کسی خودتونه دیگه واقعا. خب خوب بخونین، مسلط بشین، میتونین به این نمره دست بده کنین. در واقع تارگت بند اسکور 6.5 خب که نهایتا این کتاب شما رو به نمره حدود 7.5 اینا میرسونن که خیلی نمره خوبیه، نمره قابل قبولیه توی آیلتس. خب حالا میخوای حرفه‌ای تر کار کنی، بری توی لیول های بالای آیلتس، میری ورکشاپ. خب میری ورکشاپ رایتینگ آیلتس، ورکشاپ ریدینگ آیلتس، این کاری که ما انجام میدیم، ورکشاپ سپیکینگ یا لیسنینگ آیلتس که میای حالا به عنوان مثال از این کتابایی که با هم دیگه بررسی کردیم به عنوان رفرنس استفاده میکنی و در واقع اسپسیفیک میای ریدینگ تو تقویت میکنی، میای سپیکینگ تو تقویت میکنی. به عنوان مثال یکی از کورسایی که ما برگزار میکنیم Vocabulary for IELTS، البته به کار همه لیول ها میاد، کافی شما از انگلیسی بیسیک فاصله گرفته باشی. خب میتونی از این استفاده کنی، حالا هر چقدر لیولت بالاتر باشه خیلی بیشتر میتونی از این کورس بهره بگیری و این کمک میکنه که شما وکبری تو تقویت بکنی. یا ممکنه ما روی رایتینگ کار کنیم، رایتینگ خودش یه کورس خیلی خوبی میتونه باشه، خیلی جاها رایتینگ رو بررسی میکنن چون رایتینگ یکی از سخت‌ترین اسکیلاست. و خب اینم از این داستان. یکی از دوستانمون پرسیده که mindset for IELTS and step to understanding. ببین اول باید شما مسلط به چیز باشیم، چی میگن لول بیسیک رو اول باید مسلط بشی بعد بتونی وارد کتاب mindset بشی. خب بچه یه نکته مهم اینه که سلف استادی کار بدی نیست، خودخوان بخواین زبان رو یاد بگیرین، اما برای کسی که لازم داره سریعا آیلتس رو بگیره باید بره سراغ این که تحت نظر یک آموزگار بره جلو. خب امتحانش میتونین کنین ولی فکر نکنم به جایی برسه، چون شما باید خودتون به یه لول خیلی بالایی تو زبان رسیده باشین که بتونین از انگلیسی خودخوان استفاده بکنید. حالا یه سری از این کتابا بیشتر نگرششون خودخانه. خب مثلا کتابای کالینز به این شکلی که یه جوری طراحی شده که شخص بتونه خودش هم بره جلو، اما میتونید تو فروم ها اینا شرکت کنین، اسپیکینگتون رو به این شکل تقویت کنین به طور کلی، ولی حتما لازمه که آزمون رو بعد از اینکه به یه لول خوبی رسیدین در واقع شرکت بکنید به طور پیوسته. اگه یادتون باشه برای کنکور هم شما چند جلسه می اومدین آزمونای این مؤسسه‌ای که بیرون هست و شرکت می‌کردین، برای آیلتس هم دقیقاً همینه. خیلی ممنون از توجهتون، امیدوارم که جلسه مفیدی بوده باشه براتون. حالا اگر سوالی هم هستش که در خدمتتون هستم. یکی از بچه‌ها پرسیده از 0 تا 7 به صورت میانگین چقدر طول می‌کشه. این خوب سوالی که خیلی همی پرسن. ببین واقعا خیلی به عوامل مختلف بستگی داره، اینکه شما چقدر بتونی وقت بذاری. آخه بعدی زبان میدونی چیه، شما ممکنه در هفته بخوای 10-12 ساعت درس بخونی، خب اما زبان به این شکلی که از یه حدی به بعد اصلا دیگه به دردت نمیخوره که شما اول باید به تسلطی برسی تو اون چیزی که یاد گرفتی، بعد قدم بعد انگار آجرا رو میخوای روی هم بذاری، اولش نمیتونی همینجوری بچینی روی هم دیگه بری جلو. خب حالا به طور کلی مثلا یه سال و نیمی زمان میبره بخوای به 7 برسی، یه سال و نیم تا 2 سال زمان میبره. آدرس گروه زبانمون اجازه بدید الان عرض میکنم خدمتتون، الان براتون تایپش کنم اینجا. خب VT Learn English اینم از این گروه زبان.
روزی یه ساعت میشه رسید مایسه هفت یه سال تحت نظر اساتید؟ ببین نمیشه واقعا اینطوری جواب داد. فکر نکنم به هفت بشه رسید. اما میشه به شیش و شیش و نیم و اینا رسیدش. ببین شما به جای اینکه اون اول بالاترین نمره ها رو در نظر بگیرین، اما گروه زبان ما در خدمتون هستیم. تو این گروه زبان من در خدمتون هستم، خواستیم میتونین اینجا با من ارتباط بگیرین. ببین این سوال، شما به جای اینکه بیای بگی من کی میتونم هفت بشم، کی میتونم هشت بشم، خب اول شروع کن استپ بای استپ برو جلو، برس به پنج، بعد برس به شیش، برس به شیش و نیم. خیلی هم همین شیش و شیش و نیم هم ندارن. شما میگی من میخوام هفت بشم، خب زبان خارجی چیزی نیست که آدم بتونه تو مدت کوتاه یاد بگیره. خیلی مراقب به این کلاهبرداری بیرون باشین ها. خب اینا میان به شما میگن که توی 6 ماه، تو 2 ماه بهتون این کتابو یاد میدین، تو 3 ماه بهتون تسلط به فلان چیزو میرسیم. خب اینا سر کاریه، اینا من واقعا اصلا قبول ندارم. اینا از عدم آگاهی کافی بچه‌ها دارن سوء استفاده میکنن. خب این گیر تبلیغات سرکاری اینستاگرام و اینو نیفتید. بین سراغ مؤسسه‌های معتبر درست حسابی یه روند خوب شکل بدین، بین زبانتون یاد بگیرین. دنبال این که تو یه ماه به فلان کتاب مسلط بشین و تو 6 ماه زبان رو بهتری کنین نباشین. زبان خارجی یاد گرفتنش شوخی نیستش که، زمان میبره. خیلی از این چیزهایی که تو اینستاگرام میبینین اصلا کلاسی که فارسی توش صحبت بشه که اصلا کلاس نیستش، به درد نمیخوره که. کلاس زبانی که توش فارسی طرف حرف بزنه اصلا به درد نمیخوره. حالا این نظر منه. خیلی از اصطلاحاتش هم که اصلا کاربرد نداره. خیلی از اصطلاحاتی که شما تو این کانالا و نمیدونم، البته خب بعضیشون هم خوبن و یا اصلا بهتره بگم خیلیشون خوبن. خب ولی واقعا فارسی یاد گرفتن این اصطلاح ها و کلمه ها اینا هیچ ارزشی نداره. وقتتون روی این چیزا اصلا تلف نکنین، چون واقعا هیچ ارزشی نداره. کسی هم اینا رو ازتون خریدار نیست. الان شما بریم به این کلی کلمه معنیش رو بلدین، خب به درد کسی نمیخوره. واقعا واضح بود دیگه، دیدین الان با هم دیگه مشخص بود که با معنی هیچ کاری نمیتونین کنین با معنی فارسی دیگه. خب حالا اگر سوالی موردی هستش، ما توی اون گروه زبانمونم در خدمت شما هستیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. از دکتر خواصی عزیز هم دوباره تشکر میکنم که این امکان فراهم آوردن که در خدمت عزیزان باشین، همچنین از گروه ولاموتک. ممنون، خسته نباشید.